در ادامه خبرها از ایران، فرمانده پلیس تهران روز سه‌شنبه از ممنوع شدن سگگردانی یا راه بردن سگها و آوردن آنها به معابر عمومی در پایتخت خبر داد. این خبر 10 روز پس از آن اعلام می شود که به حکم رئیس حوزه قضایی لواسانات، گرداندن سگها در پارک‌های این منطقه از تهران ممنوع اعلام شده بود و از سوی دیگر بنا به برخی گزارش‌ها دادستان تهران پیشتر گفته بود که باید بین مزاحمت و سگگردانی تفاوت قائل شد. در همین ارتباط همراه میشه با بنیامین صد از رادیو فردا در پراگ. بنیامین، به رغم فقدان یک قانون مشخص درباره نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی در معابر عمومی، چرا برخی مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی سعی دارن به هر بهانه حضور حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها رو در سطح شهر محدود کنند؟ خب ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، دادستان تهران پیشتر گفته بود که ما در تفاوت قائل بشیم بین سگگردانی و مزاحمت حالا با حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها. حالا مشخصاً در واقع هیچ قانون مشخص و مدونی در این باره وجود نداره که ممنوع باشه سگگردانی وقتی که سگ مزاحمت ایجاد نمی‌کنه. اما از اونجایی که اساساً این موضوع در تضاد هست با در واقع اون نگاه خاصی که حکومت جمهوری اسلامی داره و اساساً سگ رو خب به خاطر اون حالا ارزش‌هایی که خودشون متصبر هستن، ارزش‌های اسلامی، چندان تمایل ندارن که در عرصه عمومی این ترویج بشه سبک زندگی غربی، حضور حیوانات خانگی، و مایل نیستن به نمایش در واقع این موضوع در عرصه عمومی و معابر عمومی. هر از چنگاهی به بهانه‌های مختلف از جمله مثلا مزاحمت سگ‌ها که حالا یک موردی اتفاق افتاده، سعی می‌کنن که فشار بیشتری به دارندگان حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها حالا مشخصا بیارن و در واقع اعلام کنن که ممنوع هست. در واقع یک سردرگمی وجود داره، در این حال که هیچ عزمی هم برای رسیدگی به این موضوع تا الان نبوده. هر از چنگای برخورد شده، این در واقع مرتب خبرهای از برخورد با دارندگان سگ به گوش میرسه در ایران، اما باز هم چون قانون مشخصی نیست و وقتی این سگ‌ها آزاری به کسی نمیرسونن در مواقعی که هیچ آزاری ندارن، نمیشه برخورد کرد باهاشون. مقامات انتظامی هر از چنگاهی میان و دارندگان این سگ‌ها رو تهدید میکنن یا خبر از ممنوعیت و در واقع اجازه ندادن برای تردد این سگ‌ها در معابر عمومی میدن.